کنه از راننده تاکسی ها هنوز واکسن کرونا رو نزدن. رانندگان تاکسی در تهران از بی نتیجه ماندن پیگیری هایشان برای دریافت واکسن می گویند. ما چون قشری هستیم که با آدم های زیادی در ارتباط هستیم، با مردم در ارتباط هستیم، ما باید در اولویت قرار می گرفتیم. منتها متاسفانه قول دادن تا الان بعد از یک سال خورده هنوز عملی نشده. به نوشته روزنامه همشهری، هر ماه حداقل 50 نفر از رانندگان تاکسی در پایتخت جانشان را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست می دهند. رئیس سازمان تاکسیرانی در گفتگو با همشهری آمار مرگ و میر تاکسیران ها را هشدار دهنده توصیف کرده است. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران به همشهری گفته است که بیش از 400 تاکسیران تا کنون به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. با وجود این هنوز اقدامی در راستای واکسیناسیون راننده تاکسی ها صورت نگرفته است. رغم تمام تلاشایی که از سال 1399 در من آذر ماه که من باید سازمان تاکسیرانی شدم، نامنگاری های متعددی با سازمان مدینه کرونا و تهران و جای دیگر انجام دادیم، به نتیجه نرسیدیم. گفتن فاز سوم است، در فاز سوم انجام شما تقریبا برید بیش از 2 تا 4 میلیون نفر مسافر جابجا میشه توسط تاکسیرانی. آمارم که من ندادم، آمار بهش زهرا اعلام کرده، من اعلام نکردم که نه الان تاکسی پست کرده. در تهران با اینکه ادارات دولتی در تعطیلی به سر میبرند، اما وضعیت بحرانی شیوع کرونا ادامه دارد. دیروز علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران وضعیت پایتخت را وخیم توصیف کرد. آقای زالی تعداد مراجعین سرپایی کرونایی را به بیمارستان‌ها در تهران 20,000 نفر اعلام کرد. او ماه گذشته هم نسبت به روند کند واکسیناسیون در پایتخت هشدار داده بود. شیوع سویه های جدید کرونا به خصوص سویه بسیار مصری دلتا که اولین بار در کشور هند شناسایی شده است، وضعیت شیوع کرونا در ایران را بسیار بحرانی کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران دیروز از جانباختن 259 نفر و شناسایی بیش از 18,000 مورد جدید کرونا طی 24 ساعت در ایران خبر داد. آماری که همواره در صحت آن تردید وجود دارد. وضعیت شیوع کرونا در سایر شهرهای ایران هم بهتر نیست. دیروز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتلای 925 نفر به کرونا طی 24 ساعت در این استان خبر داد. کارشناسان علت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را روند کند واکسیناسیون در این کشور می دانند. دیروز هلال احمر از پایان اجرای تعهدش برای وارد کردن 10 میلیون دوز واکسن به کشور ایران خبر داد. طبق داده‌های وزارت بهداشت ایران تا دیروز شنبه نزدیک به 7 میلیون و 600 هزار نفر حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند. اما تنها نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. که با توجه به جمعیت نزدیک به 83 میلیونی ایران، حدود 3% از شهروندان ایرانی به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.